آیا مدنچی با شما شروع کنیم. در همه کشورها انقلابها وقتی به ثمر میرسن که سلسله قیامهای قبل از اونها بوده و در این قیامها اون نظام حاکم رو یک گام یا چند گام به سقوط و مردم رو به پیروزی نزدیک میکنن، اگر از این منظر به قیام آبان 98 نگاه کنیم، جایگاه اون قیام رو در انقلاب ایران چطور شما میبینید؟ نکته خیلی درستی رو اشاره کردید. بله، اگر از این منظر نگاه بکنیم، جایگاه قیام آبان در سلسله قیام‌های سال‌های اخیر جایگاه ویژه‌ایه و گزافه نیست اگر بگیم که قیام آبان در واقع یک قیام کبیر میهنی بود. علت همینه که قیام آبان نشون داد که همونطور که خانم رجبی گفته بودند، یک شهاب زودگذر نبوده، بلکه تجلی عزم قاطع مردم ایران برای سرنگون کردن رژیم بوده. و تحولات این 4 سال که از قیام آبان میگذره تا امروز نشون داده که چطور قیام آبان بر روی همه این تحولات، یعنی این تحولاتی که شاهدش بودیم، متأثر و ناشی از قیام آبان بوده. و همونطور که شما در مقدمه به خوبی اشاره کردید، قیام آبان 2 ویژگی مهم داشت، یکی سازمان یافتگی و دیگری آتش، و این در واقع یک بوته آزمایشی بود که صحت و حقانیت این استراتژی رو، یعنی استراتژی مبتنی بر آتش، جواب آتش رو به اثبات رسوند. اگر به اعترافات و اظهارات سردمداران رژیم نگاه بکنیم، اونا خودشون به خوبی این رو گواهی میکنن. مثلا اشاره بکنم به یک مصاحبه تلویزیونی که رحمانی فضلی وزیر کشور وقت رژیم داشت. بله. و در اونجا گفته بود که ما این مسابقه که عرض میکنم در آذر ماه 98 بود، یعنی مدت کوتاهی بعد از قیام آبان، و گفته بود که ما معمولا در هسته های 5 یا 4 نفره یا 6 نفره مواجه بودیم که یک خانم هم همراه اینها بود که هم تهییج میکردم هم دعوت به اعتراض میکردن، کوکتل مولوتوف و وسایل آتشسا داشتن. میبینید که به این 2 ویژگی سازمان یافتگی و آتش چجوری اشاره میکنه. بعد اشاره میکنه که شعارها خیلی تند و تیز و براندازانه بود، به رادیکالیسم قیام آبان در واقع به این ترتیب اشاره میکنه، و ما با یک لیدرها و سردسته هایی طرف بودیم. مشابه این رو باز سردمداران رژیم اشاره کردن. مثلا یکی از همین سردمداران رژیم به نام آخوند علیرضا عدیانی که مسئول عقیدتی سیاسی نیروی سرکوبگر انتظامی هست، گفته بود که این مثلا ناآرامی چند روز اخیر بسیار نسبت به حوادث سال 78، 88 و 96 بزرگتر و پیچیده تر بود و در یک روز 165 شهر در 25 استان و در 900 نقطه کشور ناامنی به وجود آمد. یعنی باز میبینید که از زبان سردمداران رژیم، کسانی که مستقیما دستن در کار سرکوب بودن، داره به گستردگی این اشاره میکنه، به سراسری بودن قیام آبان اشاره میکنه. و در واقع یک عنصر دیگه هم در قیام آبان محک خورد و به اثبات رسید و اون این بود که شهرهای شورشی، محلات شورشی، اینها چیزایی بود که ما در استراتژی کانونهای شورشی پیش بینی شده بود که و اینها به وقوع پیوست. در واقع همونطور که عرض کردم، قیام آبان یک بوته آزمایشی بود که صحت و حقانیت استراتژی کانونهای شورشی رو به خوبی نشون داد.